کریستیانو رونالدو بالاخره به ایران اومد و 36 ساعت در کشور ما حضور داشت. در مدت کوتاهی که رونالدو در تهران بود، اتفاقاتی افتاد که سالهای سال میشه راجبشون حرف زد. بذارین از همون ابتدا که پرواز النصر در تهران نشست صحبت کنیم. جناب آقای درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به همراه دخترشون به استقبال رونالدو رفتن و یک فرش به ارزش 3 میلیارد رو به کریستیانو هدیه دادن و با اون عکس یادگاری گرفتن. این حرکت خیلی خیلی عجیبه. فکر کنید رئال مادرید با سیتی بازی داره، وقتی پرواز سیتی در مادرید میشینه پرز بره به استقبال هالند و باش عکس یادگاری بگیره. البته که رونالدو با هالند و پرز با درویش قابل مقایسه نیستن، اما میشه گفت در هیچ جای دنیا مدیر عامل یک باشگاه به استقبال بازیکن رقیب نمیره. این باعث تخریب اعتماد به نفس بازیکنهای خودی میشه. دومین موردی که به چشم خورد استفاده از خودروی چینی برای اسکورت اتوبوس رونالدو و همتیمیاش بود که احتمالاً جنبه تبلیغاتی داشته. همونطور که میدونید از مرسدس بنز به عنوان خودروی تشریفات در همه جای دنیا استفاده میشه که در ایران هم به همین شکله، اما به نظر میرسه برخی برای تبلیغ رایگان از این خودرو در تیم اسکورت اتوبوس رونالدو استفاده کردن. اما نظر شما در مورد این صحنه چیه؟ ممکنه هر کدوم از ما برداشت‌های متفاوتی داشته باشیم، اما اینو در نظر داشته باشید بازی پرسپولیس و النصر از قبل قرار بود بدون تماشاگر باشه و کل تایمی که مردم میتونستن رونالدو رو ببینن همین جابجایی اون با اتوبوس بوده. همچنین محبوبیت رونالدو هم باید در نظر گرفت. رونالدو از سرشناس‌ترین فوتبالیستای کل ادوار تاریخ و هر جای دنیا که بره ممکنه این اتفاقا بیفته، اما میشد با یک برنامه درست و پیشبینی سیل جمعیت کنترل شده تر با این مسئله برخورد کرد. اینم باید گفته بشه که خیلی از رسانه‌های خارجی این حرکت مردم رو گذاشتن به پای عشق و علاقه ایرانی ها به رونالدو و فوتبال. اما از عجیب‌ترین حواشی حضور النصر در ایران گم شدن دروازه‌بان این تیم بود که حتی هموطنا برای پیدا شدنش توی دیوار هم آگهی زدن. نواف العقیدی هنگامی که کاروان تیم النصر در حال ورود به هتل بود به علت ازدحام جمعیت از همتیمیاش جدا میشه و بین مردم گم میشه و بعد از دقایقی مامورای هتل اونو پیدا میکنن. یه چیزی که خیلی در موردش در طول بازی پرسپولیس النصر صحبت شد وضعیت بد ورزشگاه آزادی و همچنین وضعیت اسفناک چمنش بود که خیلی از هواداری عربستانی و همچنین بازیکنهای النصر بهش اشاره کردن، به صورتی که هواداری تیم النصر تقاضای سلامتی برای بازیکنهای تیمشون داشتن. همچنین ادمین فضای مجازی تیم النصر از چمن آزادی این ویدیو رو گرفت و به تمسخر نوشت ممکنه الان بخورم زمین و مصدوم بشم. اما رونالدو در این مدت کوتاه صحنه‌های خیلی قشنگی رو ثبت کرد. اون بار دیگه احترامش رو به هواداراش نشون داد و حتی بعد از بازی اتوبوس تیمش رو نگه داشت تا تعدادی از بچه‌های ایران بتونن باهاش عکس بگیرن. اون همچنین اعلام کرده که اگه بیماری فاطمه حمامی قابل درمانه، حاضر تمام هزینه‌های درمان این بیماری رو پرداخت کنه. ولی شما توی کامنت‌ها بنویسید که نظرتون در مورد اتفاقایی که افتاد چی بود. به نظرتون ما هم می‌تونیم به جای 36 ساعت به اندازه 2 سال میزبان ستاره‌ای مثل رونالدو باشیم؟